دوستان سلام، آخوندهای مبخور هم از دولتی و مجلسی یه بار دیگه به هم ساختن و نون رو از سفره مردم ریختن تو ارقوم خودشون. چجوری؟ با حسب یارانه ها. تصویب حسب یارانه 24 میلیون ایرانی در دقیقه 90 سال 94. کمیسیون تلفیق در جلسه امروزش دولت رو موظف کرد یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد، یعنی چیزی حدود 24 میلیون ایرانی رو قطع کنه. اینم از دزدی آخر سال آخونده. وقتی سال 94 اینجوری تموم کردن، دیگه تکلیف سال 95 هم روشنه دیگه. از همین حالا دارن وعده میدن که خبری از ارزونی نیست. معاون اول رئیس جمهور هم با تاکید بر اینکه ارزانی انتظار درستی از شرایط سال آینده نیست، افزود ان شاء الله سال آینده سال تحرک اقتصادی کشور است. اون زمان که وعده گشایش و ارزونی میدادن، تهش میشد تورم و رکود و گرونی. وای به حال الان که خودش داره میگه اصلا ارزونی خبری نیست. اینم از انعکاس باند رقیب و اعتراف به نقشه آخونده برای مردم. مهدی تقوی: مشکل اساسی ما توزیع ناعادلانه درآمد بین مردم است. بنابراین اگر ما همین یارانه ها را هم حذف کنیم، عده ای از مردم زیر فشار تورم له خواهند شد. صبر داشته باش، نوبت له شدن خامنه و شیخ پری و کوسه و باقی آخوندهای حاکم هم میرسه. قرار نیست تا ابد شما آخونده بخورید و پول ملت رو بالا بکشید. زمان برگشتن ورقه. آقای روحانی، به مردم وعده دادی 100 روزه مشکل مردم را حل میکنی. 100 روز شد 1000 روز. گفتی بعد از برجام، اینم بعد از برجام. نه شما نه اطرافیان شما طعم تلخ فقر را بعد از انقلاب ندیدید. لطفا سری به بازار بزنید تا بدانید مردم چه میکشن. اینم از داد و قالای آخونده تو جنگ و دعوای گرگا. هی دست همدیگر رو رو میکنن و همدیگر رو میترسونن. تای ختم میدونن که وقتی سیل را بیفته همشون رو با هم جارو میکنه. تو این شرایط مردم فقر رو میپذیرن، ولی دفاع نداشته باشیم امنیتمون به خطر بیفته اینا کسی نمیپذیره و باید کمک بکنن به ما. هم رئیس محترم مجلس به ما قول داده باید کمک کنم برای سالهای بعد، هم رئیس جمهور محترم باید کمک بکنم بر ترتیب. تموم شد دوره مفخوری. اینجور نیست که حق مردم رو بخورید و بعدم پولو بفرستید سوریه و عراق یا بریزید تو سرکوب و بگیر و ببند. ملت جونشون به لبشون رسیده. با یارانه بی یارانه عمر نظام ولایت فقیه رو به پایانه. بله میبینیم.